بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، خوش آمدی به گفتمان کنونی ما. نهادهای مدنی، جامعه مدنی و ارزش‌های مدنی از جمله واژه‌هایی است که به ویژه در 10 سال اخیر در افغانستان جایگاه خود پیدا کرد و اجتماعات در این راستا زحمات را متقبل شدند و همچنان چالش‌های در برابرشان از طایفه‌های مختلف ایجاد شد. در این گفتمان روی چگونگی بهتر شدن فعالیت های نهاد های مدنی، چالش های در برابر از یا وجود دارد چگونه زدوده شود و همچنان ای که آیا نهاد های مدنی چی توانایی های رخواد داشتن تا بتوانند که ندانمکاری ها و تخلفات قانونی زمامداران را از جمله قوای سلاسه مهار شود توسط نهاد های مدنی. در این گفتمان مهمان های محترمی که دعوت شدند آقای سید حسین اشراق، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، خانم شینکی کروخیل، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان، آقای ملک ستیز، پژوهشگر امور بین المللی و فعال جامعه مدنی و حقوق بشر، و آقای پرتو نادری، نویسنده و شاعر. خوش آمدیم مهمان های محترم به بحث ما. در آغاز از آقای ستیز میخوایم پرسان بکنیم که این مفاهیم چگونه ارزش خود در نهادهای دموکرات در جامعه دموکراتیک پیدا کرد و چه کارهایی را کرده میتونست نهادهای مدنی که تاکنون نکرده. یک نظام به باور ما دارای سه مؤلفه مهم است. یکی مؤلفه سیاسی که در برگیرنده دولت به عنوان مؤلفه مهم سیاسی و رهبر سیاسی جامعه است. در پهلوی دولت ساختارهای سیاسی دیگری هم وجود دارند که بیشترین احزاب سیاسی در چارچوبه یک اپوزیسیون سیاسی تعریف می شوند شکل می دهند. مؤلفه دوم مؤلفه سکتور خصوصی یک نظام هست، یعنی آن نهادها و ساختارهایی که در جهت تمویل اقتصاد اجتماعی در جامعه فعالیت دارند، این سکتور بسیار مهم و ارزشمند اجتماعی را شکل می دهند. مؤلفه سوم مؤلفه مدنی یا جامعه مدنی هستند. جامعه مدنی یک حوزه مستقل از دولت هست، یعنی نهادی که در بیرون از ساختار دولت نه برای رسیدن به هدف سیاسی بلکه برای بهبود وضعیت اجتماعی فعالیت می کنند. هر سه نهاد یا هر سه ساختار اجتماعی نظر به هدفمندی هایشان تعریف می شوند. در ساختار سیاسی یا در مؤلفه سیاسی هدف مهم را ایجاد قدرت سیاسی شکل می دهد و احزاب سیاسی هدف خود را به منظور رسیدن به این قدرت سیاسی شکل می دهند. در سکتور اقتصادی هدف ایجاد و گستردگی ساختارهای تمویل کننده اجتماعی است و در نهادهای مدنی متفاوت با هر دو نهاد دیگر، یعنی نه هدفمندی رسیدن به حاکمیت سیاسی دارد و نه هدفمندی تمویل و گستردگی اقتصاد دارد، بلکه اینها نهادهایی هستند که به خاطر بهبود وضعیت اجتماعی فعالیت دارند. اگر نظام سیاسی را در جامعه طور تعریف بکنیم که دولت به عنوان تأمین کننده حقوق و آزادی های مدنی و شهروندی برای شهروندان به عنوان تمویل کننده مطرح می شوند، شهروندان یک سلسله مکلفیت های در برابر دولت ایجاد می شود از طریق امین مکانیزم، یعنی رابطه میان دولت و شهروند شکل می گیرد که این رابطه معمولا به نام رابطه حقوق بشری تعریف می شود که در یک کانون آن حقوق مدنی و سیاسی یا کانون مدنی و سیاسی شکل دارد و در کانون دیگر را حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. تأمین کننده دو کانون حقوقی برای شهروندان دولت هست و شهروندان در واقع مستفید شوندگان هستند. در پهلوی این شهروندان مستفید شوندگان هستند،
یک سلسله مکلفیت های در برابر دولت خلق می شود. قانون هایی که شهروندان را برای ایجاد مکلفیت هایشان در تأمین روابط اجتماعی متعهد و هم فکر می سازد در واقع نهادهای مدنی هستند. یعنی نهادهای مدنی هدفشان رسیدن به قدرت سیاسی نیست، ولی هدف عمده آنها را تأثیرگذاری، دادخواهی، بهبود در مناسبات اجتماعی زیر این چارچوبه هست. یک چیز دیگه آقای ستیز که در اواخر مطرح میشه، شما به اساس اهداف تقسیم بندی کرده حزب سیاسی که بر سر قدرت نمی باشه، این را بازم جدا از نهادهای مدنی تعریف باید کرد یا در کنار جامعه مدنی، در کنار نهادهای مدنی بنابر تعریف جدید میشه که محاسبه شود؟ ببینید، جامعه شناسان و حقوقدانان به این باور هستند که سکتور سیاسی نظام در واقع رابطه احزاب سیاسی با نهاد حاکم بر حاکمیت است. به این منظور است که احزاب سیاسی را چون هدفشان رسیدن به قدرت سیاسی هست، در سکتور سیاسی تعریف میکنند. اما برخی از احزاب سیاسی هستند که هدف خود را در واقع رسیدن به قدرت سیاسی شکل نمیدهند. مثلا در غرب احزاب به نام احزاب سبز یا احزابی که گرایش های بسیار اجتماعی دارند، اینها احزابی هستند که نقطه عطف یا دستیاران دستگاه مدنی هستند با احزاب سیاسی. همی پرسش هم که من کردم به می ارتباط بود که فرض مثال در جریان انتخابات نهادهای مدنی هم آگاهی دی می کنند، احزاب سیاسی هم در برابر ندانم کاری های نظام حاکم، قدرت البته تفکیک قوای سیگانه به ویژه قوای اجرایه، هم احزاب سیاسی به پا میستن، هم نهادهای مدنی و رسانه و امثال از این همسویی در جریانی که اینا شامل قدرت نمی باشند، میشه که اینا را مشمول نهادهای مدنی محاسبه کرد؟ مانند او احزابی که شما گفته که اهداف قدرت ندارند، اینها جزء از همگرایی مدنی هستند که احزاب سیاسی، برخی از احزاب سیاسی همگرایی مدنی را در اجندای سیاسی خود قرار میتن. به گونه مثال آنها در نظارت از دولت با جامعه مدنی همگرایی دارند، آنها در دادخواهی بعض ارزش ها با جامعه مدنی همگرایی دارند، آنها در ایجاد مشروعیت نظام با نهادهای مدنی همگرایی دارند. البته مشروعیت نظام، ما دو نوع مشروعیت نظام داریم. یکی مشروعیت است که از دیدگاه قانون تعریف میشه، یعنی قانونمند بودن نظام. یکی هم ارزش مشروعیت ارزشی نظام هست که این نظام از لحاظ ساختار خود تا چی حد بر ارزش های مانند دموکراسی، جامعه مدنی و حاکمیت قانون متعهد است. در این زمینه احزاب سیاسی با جامعه مدنی میتونن با هم همگرایی داشته باشند، ولی از لحاظ ساختارهای اجتماعی اینا دو هدف متفاوت را تمثیل میکنند. تشکر بانو کروخیل. مشروعیت های نظام آقای ستیز بهش اشاره کرد که به عبارت دیگه که مشروعیت شرطی یا پیش از ایجاد قدرت یا پیش از رسیدن یک گروه یا یک حزب یا یک مجموعه به قدرت، و یکی هم مشروعیت رکنی که همو اهداف یا تعهداتی را که انجام میته باید عمل بکنه به او، مثل وفاداری به قوانین و امثال از این. هرگاه قوای سیگانه در مجموع از امو پاسخدهی خود عاجز بیند یا نخواهند که چیزی که لازم است انجام بدن، طوری که فعلا ما شما شاهد هستیم، پارلمان افغانستان توان پاسخگیری یا نظارت بازدارنده از حکومت را یا نداشته یا کمتر داشته. نقش نهادهای مدنی و احزاب سیاسی که خارج از نظام هستند، خارج از قدرت هستند، چی باید باشه؟ در قسمت ازی که در صورتی که دولت و یا قوی سیگانه احساس مسئولیت نکنه و یا پاسخگوی و یا جبری به تمام تعهداتی که مقابل مردم داشت عملی نکنه، من فکر میکنم که یگانه مرجعی که یا گروپی که میتوند که حکومتهای خود را بسیار جبری بسازد جامعه مدنی است. و هر قدر ما یک جامعه مدنی آگاه متحد و وسیع داشته باشیم، به مو اندازه نظامها و یا حکومتها جبری میباشند. برای اینکه اینا کسان هستند که خوبترین نظارت را بر اعمال حکومت کرده میتونند. هر نوع بی‌عدالتی، هر نوع نقض قانون
و یا هر به اصطلاح فسادی که رخ میده در سیستم حکومتداری، یگانه مرجعی که میتونه که بسیار خوب دادخواهی کنه و یا اعتراض بکنه و یا صدای خود را بلند بکند، به وقت که او جامعه مدنی است. اما مهم است که خود جامعه مدنی چقدر یک جامعه واقعا مدنی است، چقدر به اصطلاح توسعه پیدا کرده، چقدر بر اهداف مشترک همشان متحد هستند و چقدر خودشان آگاه از مسائل هستند. برای زی که در یک اجتماعی که جامعه مدنی به اصطلاح شکل میگیره و یارش میکنند و تا یک اجتماعی که مردمش خیلی رسیده باشد خیلی فرق میکنند. امروز ببینند که در حکومت های اروپایی و یا امریکای جاهایی که مردمش خیلی رسیده است و منقدر یک جامعه مدنی وسیع و آگاهی که دارد، به مو شکل میتونند که به اصطلاح خواسته های مشروع خود را بسیار به شکل خوب و احسن میتونن که بالای حکومت های خود اونا را بقبولاند و یا اعتراض داشته باشند. این نهادهای مدنی که در افغانستان شکل گرفتن در اداره موقت انتقالی سر صدا بیشتر بود و زیادتر بود، اما رفته رفته فروکش کردم تعداد از اینا هم فعالیت های از اینا حداقل با آگاهی مردم نمیرسه. ایره شما دلیل چه در چی میبینید؟ ببینید من فکر میکنم جامعه مدنی داره آستاستا شکل خوبتری را میگیرند و ما فکر میکنم از دوره انتقالی یا اول دوره حکومت آقای کرزی از او به بعد ما فکر میکنم نسبتا بهتر و هدفمندتر شدن. برای اینکه هنوز هم داره جامعه مدنی در افغانستان احساس مسئولیت خود را به اون شکل که باید بکنه نمیکنه. بسیاری مسائل را که باید واقعا جدا نظارت بکنن و جدا متحد باشه و یک آواز متحد باشه، هنوز ما فکر میکنم در بعضی وقت هنوز خلاهای وجود دارد که شاید با گذشت زمان باشه که بالاخره به یک شکل خوبتر و بهتر شکل بگیرد. و نظر ما جامعه مدنی مثلا حتی در کنفرانس های اخیری که صورت گرفت، فکر میکنم که یک صدای خوبتر با یک موضع‌گیری خوبتر و یک و حتی تانستان که بالای حکومت افغانستان و جامعه جهانی خود را بقبولاند و حتی نمایندگی های خود را داشته باشد، من فکر میکنم آستا آستا شکل میگیرد. اما هنوز فکر میکنم با مو میارهایی که فکر میکنم مثل که در دنیای دیگه وجود دارد هنوز وقت است. مشکلات اکثر رای زیاست از دیدگاه شما که باید مراجعه شوا و طوری که چندین موضوع ما شاهد هستیم همکاری داشته با نهادهای مانند رسانه و امثال هم، عمدترین مشکلاتی که سر رای از این هست به ویژه از طرف قوه اجرایه کدام چیزا بوده میتونه؟ خب معلومدار حکومت هاست که بستر رشد جامعه مدنی را مهیا میسازند، آماده میسازند، امکانات را به اختیارشان میگذارند، قوانین خود را اصلاح میکنند، آزادی های مشروع خود را باید داشته باشند. اما هنوز هم حکومت به او شکلی که تعریف میکنند حکومت های دموکراتیک و یا حکومت های مردمی و یا حکومت های انتخابی، هنوز حکومت ما مشکلات خود را دارند. مثلا حتی شما شاید خوبتر از من بفهمید که حکومت ما شاید انوزام یا ارگان های امنیتی مشکل داره و یا باعث ازی شدن که سری از جورنست ها را مثلا به توقیف خانه ها بفرستن و یا خواسته های مشروعی که مثلا چندین بار خانم ها مثلا حتی دست به تظاهرات زدن انوزام پاسخ بر از نادادن نشد. یعنی به اون شکلی که اونا را تحویل بگیرن به اون اندازه که حکومت بفهمن که این به نمایندگی مردم گپ میزنن نه برای منفعت شخصی خود و یا مثلا اونا را منتقد مثبت فکر کنن، هنوز هم یگان دیدگاه های فکر میکنن که گویا در موقف اپوزیسیون هستن ارزش یا احترام قائل نمیشود. آقای اشراق، باور حاکمان یا چوکات که آقای ستیز به او اشاره کرد که همون نهاد اولی که شامل قدرت سیاسی است دولت، اینا چقدر باورمند تا کنون به تفکیک قوا شدن در میان خودشان و جمعاً چقدر باورمند به وجود یک مجموعه های دیگه زیر نام نهادهای مدنی هستند تا کنون؟ بسیار تشکر. اجازه بفرمایید که من به ادامه صحبت های جناب ستیز یک مقدار سر خود مفهوم جامعه مدنی و تطورات را که بفرم در مسیر تاریخ جامعه مفهوم جامعه مدنی به خود دیده به یک مقدار مقدمتاً بپردازم و بیم در رابطه با افغانستان که چگونه در افغانستان جامعه مدنی شکل گرفته و در برابر مثلا مطالبات جامعه مدنی چی چالش های وجود داره.
ببینین این مفهوم جامعه مدنی یک مفهوم مدرن است که هم در فلسفه سیاسی و هم در حقوق مدرن مورد توجه بوده، اما پیشینه های تاریخی هم داره. مثلا در دولت شهر یونان بحث وقت شهروندان در محور قانون مطرح میشه، هم در آثار افلاطون و هم در دیدگاه های ارسطو و حتی سیسرون در روم باستان بحث جامعه مدنی رو در برابر یک جامعه بربری مطرح میکنه. در دوران قرون وسطا مخصوصا از به اصطلاح دورانی که در آستانه روشنگری قرار داشت می باشه اروپا، بحث حاکمیت مردم یکی از بحث های بسیار مهم است که بعدا منجر به این میشه که دانشمندان بسیار برجسته چند تا مفهوم مورد توجه قرار بدن و مثلا فضای بسته توتالیتاریستی و تمامیت خواهانه ای که در غرب در قرون وسطا وجود داشته بعدا در مسیر روشنگری اینا رو وارد به اصطلاح مباحث جدی در حوزه علوم اجتماعی بکنن. مثلا فرض کنیم شما ببینین یکی از بحث‌های بسیار مهم داشتن حق، حق انسان هاست که انسان ها بیایند مثلا برای سامان دادن نظام اجتماعیشون. اینا فرض میکنم از اینکه جنگ همه با همه به قول هابز وجود نداشته باشه با قرارداد تن در بدن. البته مدل هابز مدل واگذاری است و بعد از این لاک میه مثلا بحث رساله درباره تساهل یا رساله درباره حکومت لاک از مطالعه میشه، بحث اساسی بحث قرارداد است که انسان ها با هم قرارداد میبندن که چگونه مثلا اینا یک سلسله حقوق را دارن و چه تکلیف های وجود داره که میان حق و تکلیف یک موازنه وجود بیه. همچنان بحث برابری انسان ها را که روسو هم در قرارداد اجتماعی خود مطرح میکنه و بحث آزادی انسان ها که مثلا میل بنتام و غیره. اجازه بفرمایید که با توجه به وقت آقای حسینی ما به همین خاطر کوتاه و بریده آمدیم که آخرین مطلب خدمت شما که بدون شک از زمانی که تئوری سیاست شکل گرفت تا به اینجا آمده رفت و بالاخره افغانستان هم به شکل مستفید از این شد. حال همی باور نزد کسایی که در قدرت هستند چقدر عرض میست که من این عرض میکنم همونطور که مطرح شد جامعه مدنی مفهومی است که باید در یک زیست به اصطلاح بوم یک بستر باید داشته باشه. بستر داشته باشه و این زیست بوم به گونه زمینه ایره شکوفا بکنه که چگونه مثلا اقتدار اجتماعی شکل میگیره و یک فضای از روابط اجتماعی وجود داشته باشه که فضای روابط اجتماعی چند کار مهم را که عمو حوزه مثلا عمومی یا جامعه مدنی است انجام میده. یکی که به اصطلاح نوع پویایی در جامعه را به وجود میاره و دو در رابطه با فرهیخته شدن شهروندان زمینه را مساعد میکنه و مسئله سوم بحث رقابت و مشارکت و بحث به اصطلاح پذیرش کثرت‌گرایی است. ما فکر میکنم که اول خود شکلگیری جامعه مدنی در افغانستان با این وضعیت چالش های ساختاری را در پیش روی خود داشته، مثلا نبود یک توسعه ملی و اجتماعی و فرهنگی، قرائت های تقدیرگرایانه، روابط اجتماعی به میراث مانده بر مثلا نسل امروز ما که با به اصطلاح استبداد دست پنجه نرم کرده بوده و همچنان نظام های سیاسی که از دل اراده به اصطلاح ملی بر نیامده و در نتیجه یک به اصطلاح هماهنگی و سازش های بین المللی شکل گرفته. من فکر میکنم که هم در سطح خود جامعه مدنی و در مجموع جامعه افغانستان مشکلات وجود داره و هم در طرف مقابل که نظام دولتی هست. اول فهم از جامعه مدنی، دوم شکلگیری جامعه مدنی، سوم به اصطلاح تعامل دولت با جامعه مدنی، این یک چیزی است که من فکر میکنم هنوز
امو حوزه ای که میگم تشکل هایی که اونا بدون رهنمود دولت مستقل از دولت در مسیر پویایی و فرهیختاری عمل میکنند و اینا میتونند که اگر به این گونه باشند حتی دولت را هدایت کنند و در مواقع مهم به اصطلاح بر تصمیم های دولت اینا اثر بگذارند. من فکر میکنم که از یک طرف جامعه مدنی ما در این مرحله نرسیده و از طرف دیگه نظام دولتی ما هم نظام نیست که گام به گام ضریب مشروعیت و کارآمدی خودش را بالا ببره و نوع تعامل میان جامعه مدنی و او به اصطلاح کانون قدرت سیاسی را به وجود آورده باشه. خود حکومت با دو قوت دیگه که بدون شک به وسیله انتخابات مستقیم و غیر مستقیم به میان آمده، اینا هم ارزش حاکمیت قانون و حق تکلیفی را که شما گفته چقدر بهش باور دارن و این مفاهیم چقدر نزد از اینا واضح و روشن شده؟ خب مثلا از شما اگر مثلا 10 سال را در پیش بگذارین تاریخچه‌ش و مطالعه بکنین که فرض میکنم نظام سیاسی که شکل گرفته و چگونه بوده و مثلا حاکمانی که به وجود آمده چگونه بوده، یک چیز را من خدمت شما عرض میکنم. بیشتر این قسم سوالات یک مقدار امو جنبه های پیش مدرن به خود میگیره که ما فقط بگیم که حاکمان چی کردن و چی میکنن. ما اگر بگیم که چی پروسه ها، چی نهادها، چی مثلا زمینه های به وجود آمده و این پروسه ها و این شکل گیری های مثلا شرایط اوضاع حاکمان ما را در وضعیت قرار دادن که اونا مطالبات مثلا جامعه مدنی را برآورده نمیتونن، یک و دو به وظایف خودشان خوب عمل کرده نمیتونن. پس اینطور نتیجه میگیریم که همی زمامداران که شما میفرمایید یا نظام دولتی را در مجموع که شما فرمایش میکنید، من فکر میکنم که اون مراحل طبیعی که باید بپیمود و به نضج و به پختگی میرسید و او وظایف و مکلفیت ها و او حقوق را که باید میانشان یک موازنه موجود آورده میشد، متاسفانه این موازنه و این معادله به صورت منطقی به وجود نیامده و امروز به این خاطر است که ما بحران های متنوع را در پیش روی هم دولت هم جامعه مدنی و هم کل مردم افغانستان مشاهده سپاس. تشکر. آقای نادری، دید شما چی است که مشکل از کجا است؟ چرا هنوز مفهوم مدنیت یا نهادهای مدنی یا جامعه مدنی نزد یک تعدادی که تاثیر دارند در رشد از اینا نهادینه نشده و همچنان نهادهای مدنی هم بسا مشکلاتی در خود دارند، نمیتونن جایگاه خود را کما قهو در افکار عمومی و همچنان در نزد قوای سیگانه دولتی پیدا بکنن؟ جامعه مدنی را در افغانستان نباید به حیث یک پدیده جدا از بافت کلی این جامعه مطرح کرد. بالاخره جامعه مدنی افغانستان جامعه مدنی افغانستان است. هنوز دریافت‌ها در مورد جامعه مدنی در پیش بسیار کس‌ها این هست که یک تفکری آمده از غرب است، ولی در پیشینه فرهنگ و تاریخ و فلسفه این سرزمین بحث جامعه مدنی همیشه بوده. مثلا مرد بزرگی که در قرن 4 هجری این مسئله را مطرح کرده ابو نصر فارابی است، به نام سیاست مدن بحث جامعه مدنی مطرح شد و بعد به تعریف مدینه فاضله و زاله و این چیزا پرداخت. هرچند که این سخن را باید بگیم که مدینه فاضله آن چیزی نیست که ما جامعه مدنی میگیم، به دلیل از اینکه اونجا یک آرمانگرایی بسیار بزرگی که شاید انسان هیچ وقت به اون نرسه مطرح است، ولی در اینجا فقط قوانین است که باید حاکمیت کنه در این منطقه، در این حوزه. به نظر ما بزرگترین مشکلی که در این زمینه وجود داره نبود تفکر مدنی در افغانستان است. این سخنم امیدوار هستم که بسیار به مطلق نگیرن. ما یک دستگاه سیاسی داریم به نام دولت که برخواسته از یک انتخابات و این چیزاست، ولی من میخوام بگم که دستاورد بزرگ بشریت مثلا از همان روزگاری که سپارتاکوس برخواست و قیام کرد در برابر بردهداری و تا آخرین مشروطه خواهان ما که به دم توپ پرانده شدند در زمان حبیب الله و مثلا عبدالرحمن خان، اینها همش به یک نتیجه میرسه که اون عبارت از دموکراسی است. دموکراسی به هیچ وجه اون دستاورد مبارزات کشورهای غربی نیست، بلکه همه بشریت در این سمت دارن.
من میخوام بگم که حکومت افغانستان به نام حکومت دموکراسی بزرگترین کاری کرده و بزرگترین خیانتی را کرده اویی است که دموکراسی و این ارزش بزرگ بشری را پایمال کرده. امروز دریافت مردم ما از دموکراسی این است که یعنی حاکمیت باندها بی قانونی و فقط قانون بالای یک تعداد از ناتوانان جامعه باید تطبیق شود. بزرگها هیچ گونه مسئولیتی در برابر قانون ندارند. حالا در حوزه جامعه مدنی من میخوام اینم براتون بگم که برخلاف تصور بسیار دوستان ما که همیشه بحث میکنن که افغانستان تاریخ نیفان در رابطه با جامعه مدنی 5000 سال تاریخ داره، گپای بسیار به نظر ما پا در هواست. جامعه مدنی یک مفهومی تازه است که مثلا در اروپا پس از دوران رنسانس مطرح میشه و موجودیت ازی در افغانستان دقیقاً این بحث بعد از سقوط طالبان است. ما پیش ازی اصلا بحث به نام جامعه مدنی نداشتیم. البته اون بحثایی را که من قبلا گفتم ابو نصر فارابی اینا پس از دوران رنسانس که در اروپا اون بحثا ادامه پیدا کرد در اینجا متوقف شد. حالا من میخوام بگم که بسیاری ها میایند با یک بینش عقب مانده قومی و قبیله ای میخوان که یک مسئله بزرگ ایرا بیارن در اون چارچوب ها قرار بدن. نیستین این به نظر من امکان پذیر نیست. جامعه مدنی تفکرش باید اول در سطح کشور ما همه افغانستانی باشه و همه جهانی باشه. یعنی ما وقتی که اگر مدنی فکر کنیم که برای همه جهان فکر میکنیم و بعد ما باید قانون بر قانون و حقوق شهروندی و همه چیز که من انتظار داشتم که در ظرف 10 سال گذشته جامعه مدنی افغانستان به افغانستان ارائه بکنه او این هست که باید نوع تفکری مدنی در افغانستان شکل میگرفت که نشد. معکوسان به نظر من جامعه مدنی افغانستان در این سالها تفکر مقطعی پروژه‌ای را روی دست یعنی مروج ساخته که این بسیار ضربه میزنه. حتی میتوان گفت که بسیاری از برنامه‌های بزرگ ملی وقتی که در حوزه جامعه مدنی میاد که حالا اینم قابل بحث است که ما کدام از این نهادها را ما جامعه مدنی بگوییم کدامشان نه، دست کم این نهادهای مدنی که وابسته هستند به منابع امداد خارجی فقط پروژه ختم شد ختم است. مثلا من 2 سال بعد در جامعه مدنی کار نمیکنم چون پروژه ختم است و این پروژه رو من از خاطر تطبیق میکنم که دونر برای من گفته که این کار رو بکن. تفکر خود من به حیث یک نهاد چیست؟ مثلا من فکر میکنم که دلیل هنوز بسیار دلیل نهادی نشدن این مسئله. اول میخوام بگم که نهادی نسازی جامعه مدنی خود توصیه سیاسی است. یعنی تا شما این مسئله را نهادی ننسازین به توصیه سیاسی دست نمیابین. حالا در اینجا نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در حقیقت یک تشکلاتی به وجود می در گوزه که اون یک سلسله خواستهای اجتماعی را به سیاست بدل میکنه و اون سیاست عمومی را باید تغییر میده. اون زمان است که رقابت سیاسی، مشارکت مساویان سیاسی، حقوق شهروندی و این چیزا تأمین میشه. دولتی که با ممانعت در برابر جامعه مدنی و در دولتی که با ممانعت در برابر احزاب سیاسی دموکرات، حالا ما احزاب سیاسی میگم دوستان فکر نکنید منظورم تنظیم های جهادی است، قرار میگیره به هیچ وجه دولت مؤمن و دولت باورمند به دموکراسی نیست. عقب ماندگی های تفکرات قبیلوی در این سرزمین، مناسبات قبیله‌ای در این سرزمین، ببینید شما در دوران باستان مبگم در دوران مثلا فیودالیته یا قرون وسطا بحث جامعه مدنی رو نمیتونین مطرح بکنین. امروز مثلا در گذشته های بسیار دور که جامعه شناسان مطرح میکنن یگانه نمونه ای را که ارائه میکنن او مدینه النبی است. مدینه النبی را میگن اولین اون رویای بشری بود که بالاخره حضرت پیغمبر اون را اونجا تحقق به محقق ساخت و اونجا رده های مختلف اجتماعی بود. ولی با وجودی ارزی هم گفته میشه که او بسیار ارزش های آموزشی داره برای ما، ولی نمیشه که به مفهوم امروزیشمون را ما جامعه مدنی بگوییم. من میخوام بگم جامعه ما یک جامعه عقب مانده قبیله‌ای با تفکر است. همین حکنون مثلا این بحث ها در افغانستان وجود داره که افغانستان برای دموکراسی آماده نیست، ما باید بگردیم به همون سنت های قبیله‌ای خود و بله مثلا مسائل حقوقی قانونی و چرا به اون سو چه بکنیم. این بزرگترین مانی در افغانستان تفکر عقب مانده ای هست که ما داریم. یعنی با توجه به گفته های شما امکان نهادی نشدن نهادهای مدنی یا نهادهای جامعه مدنی رو به کاهش است. اینا فروکش کرده میره. به طور مثال اگر فند و کمک های دونرها کم شود شاید تعداد زیاد از این منحل شود. من نمیدونم. من یک دریافتمی است که در طول 10 سال گذشته در ولایات افغانستان در شهر کابل
ایده از افراد با یک شور و علاقمندی و امر داوطلبان، امر داوطلبان هم در تعریف جامعه مدنی یک امر بسیار مهم است. اینها برخواستن همکنون نهادهای را ساختن در ولایات مختلف افغانستان، در کابل اینها عمدتا در وزارت عدلیه افغانستان ثبت هستند، چون اینا نمیتونن از جا از یه فندم بگیرن. ولی یک تعداد نهادهای مدنی ما در وزارت اقتصاد ثبت هستند، مثل اینجو. البته من میخوام بگم که از یک نگاه اینها با هم شباهت دارن که هر دوش مؤسسات غیر دولتی است، ولی دریافت ما است که اون که پل میساز و پلچک میساز و سرک میسازن نمیشه که اون رو نهاد مدنی گفت. فکر میکنم نهاد مدنی فقط برای عمدتا برای کار اونو آگاهی دهی و ایجاد شهروند آگاه باید کار بکنه. اون نهادهای مدنی که داوطلبانه ساخته شده، متاسفانه این نهادهای مدنی که وابسته به دونراس و رابطه‌های بسیار تنگاتنگ دارن، مثل یک دیواری در برابر اونا قرار گرفته، حتی سایه اینها سبب شده که اونا کمتر رشد بکنن. این سایه اینجوهایی که در وزارت اقتصاد هستن. بله، این مانی از اون میشه. من میخوام براتون بگم که با پس از سال 2014 بدون تردید موجودیت و بقا و مبارزه و موجودیت تفکر مدنی در افغانستان یک امر بسیار مهم است که باید به او فکر شود. من فقط میخوام این را بگم که یک مؤسسه در طول یک سال 10 پروژه میگیره. حالا شما یک دفعه تصور کنید که این بعد از سال به 2 پروژه میرسه، به 3 پروژه میرسه، یا هیچ صفر میشه. ما او را میخوام بگم که نهاد مدنی وقتی میتونیم از نهادی نشدنش حرف بزنیم که او به زندگی خود ادامه بوده. البته من به هیچ وجه منکر اون شرایط مسائل جهانی برای رشد جامعه مدنی در یک کشور نیستم. همون گونه که در داخل کشور یک سلسله شرایط منفی و یک سلسله شرایط مثبت برای جامعه مدنی وجود دارد، در سطح جهان هم همینطور است، چون جهان حال یک رابطه های بسیار نزدیکی با هم دارن. ولی در افغانستان متاسفانه که برای خودکفایی نهادهای مدنی کار نشده و همیشه متکی به چی بودیم؟ ما به فند دونر بودیم و این پروژه ها ساخته شده، سکیچ شده، از طرف دونر به ما داده میشه. دونر میگه تو این کار بکن، اون کار بکن. من در این مابین فقط یک تطبیق کننده هستم، بس. در حالی که جامعه مدنی افغانستان مکلفیش شناخت شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه خود داره تا مطابق از او برنامه ها مطرح بکنه و سهمگیری مردم به صورت آگاهانه در پروسه های سیاسی اجتماعی بالا ببره. آقای ستیز، نگرانی را که آقای پرتو به او اشاره کرد در دو بخش، البته یکی که چگونه امی تشکلات مدنی بتانند که بهترم و کاری که میکنن به این درک برسند، به این درک اصل خوی بیشتر شد و در بین مردم هم رخنه بکنه و جایگاه خود پیدا بکنن. و بخش دومش که اگر کمک ها قطع شود، بقای از اینا چگونه تضمین باید شود؟ دولت افغانستان که شما میبینه هم با احزاب سیاسی و هم با نهادهای مدنی چندان شفقت نداره که بجز صدور جواز کار دیگه فکر نمیکنم که بکنه با اینا. خب نخست این که ما باید بحث جامعه مدنی را اندک روشنتر بسازیم. جامعه مدنی که در طول شکلگیری ساختارهای سیاسی در تاریخ شکل گرفته، که بیشتر بر بنیاد شکلگیری شهروند در واقع جامعه مدنی شکل گرفت، امو سیویل استاتوس که میگن، یا به قول لاتین جامعه مدنی در برابر یک جامعه بربریت مطرح است. شاهرگ این جامعه در واقع نظام مردم سالاری است، مثل که آقای اشراق فرمودن که چگونه شهروندان در نظام، در ساختار سیاسی سهم میگیرند. با شکلگیری قوانین یا هنجارهای اجتماعی، بحث به اصطلاح رابطه های شهروند دولت شکل گرفت که در مو چتر حاکمیت قانون به عنوان مؤلفه مهم نظام، دموکراسی به عنوان جوهر نظام و حقوق شهروندی یا سیویل استاتوس به عنوان یکی از مؤلفه های مهم رویکردهای اجتماعی شکل گرفت. این به صورت کل یک جامعه مدنی است که در وجه دولت هم شامل است،
ساختارهای دیگر اجتماعی هم شامل است. ولی بحث امروز ما درباره نهادهای مدنی است، یعنی ساختار مدنی اجتماع که او در چارچوبه نظام فعالیت میکند ولی برون از تاثیرگذاری سیاسی دولت که ای در طول تاریخ شکل‌های خود را عوض کرده. دوران رنسانس نام برده شد، ریفورم‌های مذهبی در اروپا نام برده شد، شکل‌گیری یک نظام جدید بین المللی و به ویژه در قرن پیش زمانی که ما شاهد تحولات بسیار گسترده در ریفورم‌های حقوقی بین المللی بودیم و ساختارها قسم شکل گرفت که جامعه مدنی به یکی از ارکان مهم در مناسبات بین المللی تبدیل شد. یعنی ما امروز جامعه مدنی بین المللی هم داریم که این جامعه مدنی بین المللی یک ساختار بسیار قوی سازمان یافته بیرون از دولت هاست. جز شخصیت های بین المللی بعضی اوقات هستم. که همین ماده 4 قانون اساسی افغانستان بسیار جالب بیان میکنه که حاکمیت از آن مردم است که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میکنه. اگر نهاد مدنی است یک تشکل است، یک شکلیات است، اگر حزب سیاسی است یک شکلیات است، اگر قوای سگانه دولت است شکل اشکال هستند که کار میکنن. هدف همو جامعه مدنی که شما پیشتر دیگه دوستا بیان کردن. حال عنوان و به اصطلاح معرفی کردن به مردم اونمو اهداف مدنی و دموکراسی و غیره و غیره، اما عمل چیز دیگه. به خاطر جلوگیری از تخلفات و اونمو چیزی که بیان میشوه، این نهادهایی که باید کارای بکنند از جمله کار نظارتی، نافرمانی مدنی، آگاهی دهی عمومی و بالاخره مراجعه به مراجع بین المللی. اگر این همین نهادهایی که بیرون از قدرت حاکم یا چوکات سیاسی دولتی واقع می شوند اینا تضعیف شده بروند، نه تنها که بالندگی نداشته باشند، چی شوه که از تضعیف شدن از جلوگیری شوه؟ بسیار سوال مهم است. ببینین انسان شناسان یا آنتروپولوژیست ها به این باور هستند که جامعه مدنی به دو دسته تقسیم شدند، یکی جامعه مدنی سنتی و یکی هم جامعه مدنی مدرن، جامعه که بر بنیاد ارزش‌های دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون متحد هستند، و یکی هم جامعه مدنی مدرن سنتی. ما در افغانستان شاهد هر دو نوع جامعه مدنی هستیم. ما باورم این است که جامعه مدنی سنتی در افغانستان وجود داشته. ببینید جرگه ها، نشست های رهبران اجتماعی، کانون های اجتماعی در قصبات مختلف افغانستان، جایی که دولت سرنوشت یک معزل را نتونسته حل بکنه، جایگاه شمی جامعه مدنی در طول تاریخ نقش بازی کردن. البته مشکل ما بسیار جا بحث قضا و عدالت را اختیار کرد. بله، یعنی در واقع دادخواهی کردن از نام شهروندان در هر فضایی که بودن. اما ما با آقای نادری موافق هستم که جامعه مدنی مدرن که ما امروز در موردش بحث میکنیم و او جامعه مدنی مدرن ارزش‌های حقوق بشر و شکل گیری شهروند در نظام سیاسی افغانستان با مؤلفه اساسی خود تبدیل کرده، یک پدیده جدید است. و ضعف ما در کجاست؟ کمبود و چالش بسیار مهمی که در برابر جامعه مدنی افغانستان وجود داره، کمبود یک گفتمان سازنده میان جامعه مدنی مدرن و جامعه مدنی سنتی است. اینا هم دیگر نمیپذیرند و این ضعف سبب میشه که جامعه مدنی همگرایی خود را به عنوان یک عنصر بسیار نیرومند در برابر حاکمیت از دست بده و به قول آقای نادری وابسته شوه به فند، وابسته شوه به جامعه بین المللی. نکته دومی که من میخوایم مطرح بکنم که همین اکنون دانشمندان ایتالوی به این باور هستند که در اروپا جامعه مدنی خوب و بد وجود دارد. یعنی جامعه مدنی خوب همین جامعه مدنی مدرن و جامعه بد مدنی بد. حتی آنها نهادهایی که همگرایی مشترک شهروندان را برای ترویج و تعمیم اندیشه های فاشیسم همبسته می سازند، اونها هم به عنوان نهادهای مدنی هستند، ولی اونها آن ارزش‌هایی را که ما به عنوان نهاد مدنی مدرن مطرح می کنیم از خود ندارند. بنان شباهت‌هایی در میان جامعه مدنی ما
با جامعه مدنی اروپا هم وجود داره، ولی نبود یک گفتمان سازنده میان دو قانون بسیار مهم جامعه مدنی یکی از چالش های بسیار بزرگ در برابر جامعه مدنی افغانستان است. نقطه دوم بر رسمیت شناسی جامعه مدنی است. با معذرت، امی عبارتی که شما بر رسمیت شناسی میگی، اگر باورمندی ما بهش بگیم چی خواهد شد که چگونه دولت و کسایی که زیدخل هستند در قدرت و همچنان در افکار عمومی به شکل سنتیش که پیشتر شما بیان کرده، اینا باورمند شوند به نهادهای مدنی؟ کاملا این خب این بحث شما من کاملا موافق هستم، ولی هدف ما بر رسمیت شناسی جامعه مدنی از سوی نظام سیاسی است. دولت افغانستان هرچند جامعه مدنی را بنابر یک سلسله پرداخت های سیاسی در بعضی از نشست ها، در بعضی از قانون هایی که پیشتر شما گفتین در کنفرانس ها دعوت میکنند، ولی جامعه مدنی به عنوان یک پارتنر، به عنوان پیامبر یا پل رابط شهروندان به دولت جایگاهی نداره. همین جاست که دولت یا حکومت در واقع با جامعه مدنی برخورد منصفانه نمیکنه. نکته اخیر این که استفاده ابزاری میکنه، استفاده ابزاری میکنه. نکته دوم و نکته سوم و اخیر این که پارلمان در هر نظام متمدن دستیاران خود را دارند و جامعه مدنی مهمترین دستیار برای پارلمان است. یعنی جامعه مدنی است که پارلمان را مشروعیت میدهد، جامعه مدنی است که شهروندان را برای انتخاب بهتر در نظام تقنینی منسجم میسازد. ولی پارلمان افغانستان هم با جامعه مدنی یک دیالوگ سازنده ندارد. اینها هم بحث بر رسمیت شناسی را مطرح میکنم که اینها هم جامعه مدنی را به رسمیت نشناختند. در بعضی از کشورها پارلمان زمان تصمیم اتخاذ میکنه که این اعضای پارلمان با جامعه مدنی گفت شنود گسترده راه اندازی میکنه و بعدن شریک، بعدن ای که دیدگاه های جامعه مدنی را گرفت دست به تفویض قانون میزنه. خانم کروخیل، دیدگاه شما چی است که به رسمیت شناختن به قول آقای ستیز و باور ما که به باور داشتن و ارزش قائل شدن به کسایی که در این راستا کار میکنه، این چگونه نزد کسایی که تاثیر دارن در اوضاع اجتماعی افغانستان، چی در قدرت چی بیرون از قدرت باید پیدا شو؟ ما میخوام که تفسیری که جناب ستیز داشتن در قسمت ازی که به رسمیت نشناختن جامعه مدنی از طرف مثلا قوه قانونگذار، اصلا ما فکر میکنم گله برعکسش وجود دارد. برای ازی که ما دو بار کاندید بودم و عمر ما کم یا زیاد بر حمایت، بر تقویه و بر همکاری در جامعه مدنی تیر شده و ما باید از هم متحد هستیم که باشیم. اما وقتی که ما فکر میکنم پروسه های دموکراتیک و مخصوصا انتخابات را اصلا جامعه مدنی به او شکل که انتظار میرفت که اونا مثلا سهیم میشدن نشدن، حتی حمایت نکردن. و امروز اگر ما مشکل با پارلمان داریم، برای از اینکه اون مردم آگاه و خبیری که یک میار داشت برای کاندید، اصلا اونا اشتراک نکردن که حتی از یک رای خود باید استفاده میکردن. بیم در قسمت از اینکه 7 سال است پارلمان هستیم و همیشه بغیر از یک باری که یک گروپی از ژورنالیست ها را ملاقات کردیم به خاطر قانون مطبوعات، اصلا جامعه مدنی که یک بار سر بزنن و ببینن که در مابین پارلمان چی میگذرن و ناظر باشند و یا مشاهده بکنند، جلسات را اصلا اونا مثلا بر خود زحمت نمیدن. پرسش همین است که چگونه جزیره های از هم جدا شده با هم یک جای شود؟ ما فکر میکنم در قسمی که پیشترم گفتیم که در حالت شکل گیری است، آستاستا شروع میشن و خصوصا ما فکر میکنم که در قسمت خانم ها پیش قدم تر است. حتی گله که نادری صاحب گفتن که ما چقدر وابسته به فندها هستیم، و به این خوش هستم که خانم ها مثلا در قسمت به خاطر پیش قدم هستن که اکثر نمی برنامه های دادخواهی که بیازی که کدام پول برشان کذب بدن، کدام مصرف برشان بکنن، کدام کس برشان امی مفکوره و یا اجدا بدهن. آساس خانم ها مثلا شناسایی میکنه موضوعاتی که بسیار تاثیر گذار است مرا ماندر با مجموع بر مردم افغانستان و خصوص بالای زندگی زنان افغان، چه قسم این خانم ها با هم جمع میشوند و در این موضوع مثلا حرکت های خود دارند. من از یک زاویه دیگه میخوایم پرسش بکنم که پارلمان
نزدیکترین تشکلی است که با نهادهای مدنی نزدیکی داره و همخوانی داره. بسیاری کسایی که زیادرس در اونجا وکیل هم هستند به شکل از اشکال کار میکنند. چی باید شوه که بین اعضای پارلمان خوب و بد تفکیک به میان بیه تا مردم باورمندی بکنه؟ بدون شک کسایی که کار خوب میکنن اونا از شعای کار بد دیگران جدا شوند. غیر حاضری، رشوه ستانی، کمیشن کاری و امثال هم یک طرف شوه و کسایی کار واقعا کار میکنن این به شکل با جامعه مدنی شریک شوه. خب ما فکر میکنم کسایی هستن که در بابد پارلمان که کاملا معتقد و باورمند به همکاری جامعه مدنی هستن. و ما فکر میکنم اگر ما کوچکترین دستاورد داریم ای از برکت امو کسانی که در جامعه مدنی فعال است یا فعالین جامعه مدنی هستند با نظریات خود با همکاری های که داشتیم دستاورد خود داریم. ما فکر میکنم خود جامعه مدنی باید احساس مسئولیت بکنن. مردم هستند که مردم های نخبه، مردم هایی که آگاه از مسائل است و مثلا داوطلبانه حاضر به میست که چه قسم بتونن یک جامعه مثلا باورمند به ارزش های انسانی و یک حکومت جوابگوی را داشته باشد. اونا باید که مراجعه بکنن به پارلمان، به خاطر که خیلی مهم است ما در قوانین نظرات جامعه مدنی را داشته باشیم، برای اینکه قانون به مردم ساخته میشه نه پارلمان بر خود میسازند. نظرات از خیلی مهم است، تجربه که اونا دارند. اونا باید میتونند که با اگر اونا امی رابط را مثلا این تماس ها را برقرار بکنن بالاخره پیدا میکنن که کی هستند که بسلا لبک میگه با خواسته هایشان یا با پیشنهاداتشان یا با نظریاتشان و کیاست که اصلا بسلا برشان ارزش قائل نیستد. من فکر میکنم یک مشکلی که وجود داره ادمی فرهنگ همکاری دید و بازدید و اعتماد به یک دیگر انوز آغاز نشده، گرچه بسیار دور پیشتر به شکل بسیار ضعیفه بله اما به اون شکل که انتظار میشه که روز به روز زیادتر شود نه. شما ببینید شما اگر در اروپا برین و ببینید که یک طفل 7 سالم میره میخواه که دیدن کنه از جلسات پارلمان و یک آدمی که بسیار تقاعد خود گرفته در آخر عمر خود بازم علاقمند است که بشنوه که چی تصامیم گرفته و کدام موضوعات است که سرش بحث میشد. اما شما باور کنید که بغیر کسی که کار شخصی داره با پارلمان مراجعه میکنن اصلا کسی حاضر نیست که بیایه و بشنوه که چی میگذره با داخل پارلمان. مشکل از یعنی به تفاوتی خود جامعه جذب پارلمان ضعیف است یا دفع من فکر میکنم این مشکل به دو طرف هنوز وجود داره. آقای شوق، با توجه به گپایی که آقای پرتو داشت که هنوز نهادهای مدنی به اونمو شکل شاید بایدش تشکل پیدا نکرده و تافته جدا بافته از دیگه قضای افغانستان نیست، با این وضعیت نافرمانی مدنی هم متصور بوده میتونه یا نه؟ وقتی که نهاد مدنی جایگاه اصلی نداشت نافرمانی مدنی هم مفهومی نداره. ببینین همونطور که مطرح شد جامعه مدنی در طول تاریخ مفهومش در برابر چند تا مفهوم عرض وجود کرده. در دوران باستان داشتن شؤون شهروندی و به اصطلاح اتکا کردن بر قانون دولت شهر، در دورانهای بعد از او بحث قراردادهای حقوق محور است که انسانها با هم قرارداد می‌بندند تا یک سلسله حقوقی را که دارند ای حقوق و تجسم پیدا بکنه. امروزه من فکر میکنم که یک بحث بسیار مهمه که مربوط به جامعه مدنی هست ایست که جامعه مدنی یعنی یک جامعه است که تشکلهای تأثیرگذار با هم در حال مکالمه و مفاهمه هستند که اینها به اصطلاح بتانن مثلا قدرت اجتماعی را با قدرت سیاسی هماهنگ کنند. من فکر میکنم یعنی معنایش ایست که اصلا دیگر دولت ها با یک مجموعه از توده های ذرگون ذره ذره مواجه نباید باشه. اگر جامعه مدنی وجود داشته باشه تشکل هایی که اینها تانسته باشند ساختارهایی را به وجود بیارن و یک ساختاری که در اونجا همی حقوق و مکلفیت ها همی مکالمه و مفاهمه و همی گفتمانی که میان دولت و این تشکل ها وجود داره به خاطر از اینکه دولت باید به وظایف خود بپردازه و عرض کنم که مکلفیت های خود در نظر بگیره. حالا که نمیکنیم حالا که در افغانستان ما مشاهده میکنیم که از یک طرف دولت یک دولت برخواسته از اراده ملی نیست، او مؤلفه های مشروعیت را نه پیش از مشروعیت نه خود مشروعیت نه پس از مشروعیت که کارآمدی و پاسخگویی به بحران هاست و ساماندهی
به اصطلاح شایسته و به اصطلاح نیکو در امر حکومت داریست، اینا را با خود نداره. از طرف دیگر جامعه مدنی ما هم جامعه نیست که به عنوان یک ساختار که در اونجا قدرت اجتماعی تمرکز پیدا کرده باشه، تجسم داشته باشه و اثرگذار بوده باشه و مطالبات شفاف و مشخص داشته باشه، که در اینجا من فکر میکنم همونطور که دولت افغانستان با بحران‌ها و کمبودی‌ها رو بروست، در برابرش جامعه مدنی هم یک جامعه ساختاریافته تأثیرگذار نیست. و همین خاطر است که آقای نادری یا جناب ستیز اینا که مطرح میکنند که جامعه مدنی ما مشکل داره، یکی از مشکلات شمی است که امروزه در افغانستان اون نزج و قوام را که جامعه مدنی باید داشته باشه و یک جامعه مدنی به عنوان یک ساختار مطرح شده باشه و قدرت اجتماعی در اونجا تجسم پیدا کرده باشه و این قدرت به اصطلاح اجتماعی هم بر قدرت سیاسی اثر گذار بوده باشه، یا لااقل به یاری به اصطلاح دولت هایی که ناکام هستند بشتابند، این ای مؤلفه هنوز شکل نگرفته. و ما فکر میکنیم که نافرمانی مدنی هم اگر شکل میگیره از یک ساختار به نام جامعه مدنی شکل گرفته نمیتونه و دولت در برابر ذره های از به اصطلاح بعضی از مجموعه ها روبرو میشه که این همو جامعه تودوار هست که به نظر من اون نتایج مطلوب را که در جوامعی که اونا قانون مدار هستند و در قالب یک قانونی که در اونجا به اصطلاح هم دولت و هم جامعه مدنی با هم توافق کرده باشند که چگونه مسیر بازی را پیش ببرند، افغانستان هنوز اونطور یک میدان بازی نیست که در اینجا انجام شد. شکر. آقای نادری، دید شما چی است که چه باید شوه که کسایی که در نهادهای مدنی کار میکنند پاره از وقتشانه دنبال کار اساسی اهداف مدنی، یک بخش کار پروژه‌ای و اینجوری ناگزیری است. بدون شک وقتی که دولت کمک نکنه جای دیگه پروژه کشور خارجی رو اینا باید تمویل بکنن، تطبیق بکنن. به خاطر نهادی نشدن ارزش‌ها و مفاهیم اصلی، کسایی که دستن در کار هستن این چه گامایی رو باید بردارن؟ ما امیدوار هستم که دوستان ناراحت نشون. من میگم بزرگترین مشکلی که در جامعه مدنی افغانستان وجود داره اون کمبود فهم یا دانش این نیمی عرصه است. بیشتر دوستان گفتن که جامعه مدنی سنتی، که من زیاد به این باور ندارم، ولی در افغانستان در تاریخ ما چیزهایی بوده که میتونیم از او به نام مصادیق جامعه مدنی یاد کنیم. مثلا اون خانقاه ها یا خانقاه ها که من فقط سخن یکی از بزرگان براتون میگم که ای کاش که ما امروز به همین تفکر برسیم. ابوالحسن خرقانی بر دیوار بلند خانقاه خود نوشته بود: هر کس که بدین درگاه آید، آبش دهید، نانش دهید و از دینش مپرسید. می گفت آن کس که بر خان پروردگار به جان ارزد، بر خان ابوالحسن خرقانی به نان ارزد. یک جهان از تفکر مدنی و انسانی در این وجود داره. خب ما جنبش های عیاران و جوانمردان داشتیم در این تاریخ آخر خود، مثلا ما انجمن سراج الاخبار داشتیم، مشروطیت داشتیم و شاید یک نهادی که به صورت یک تشکیل بسیار منظم ساخته شد و انجمن ادبی هرات بوده. از تمامی از اینا میشه، از ارزش هایی که در اینا میشه برای در جامعه مدنی مدرن خود ما میتونیم استفاده بکنیم. یعنی جامعه مدرن ما هم باید یک مقدار با اون ریشه های تاریخی خود پیوند بخوره. چیزی که من میخوام از اینجا بگم که در جامعه مدنی افغانستان درک کمتری از فرهنگ و تاریخ این سرزمین وجود داره. دوستان ما خیلی مهارت دارن برای پروپوزال نوشته کردن، برای راپور نوشته کردن، در هیچ تردید وجود نداره، ولی در این زمینه فکر میکنن که جامعه مدنی یعنی یک نهاد فقط فن بگیره که پروژه را تطبیق میکنه و میره و بس. در حالی که جامعه مدنی
اونمون نهادی هست که ای در حقیقت توسعه سیاسی را به وجود میاره و بدون توسعه سیاسی اصلا چیزی در افغانستان یا در هیچ کشوری به نام دموکراسی و مثلا شأن شهروندی و مشارکت آگاهانه نمیتونه به وجود بیاید. و هر قدر که این حوزه قوی شه به نظر ما برای دولت مهم است، همون گونه که جناب اشراق گفتن، چون دولت ما خودش یک دولت عجیب و غریب و میگم دولت حاکم حاکمیت مافیا در این دولت است، بینن اون دولت هم یک تأثیر گذاریش در این حوزه کرده. و حتی ما خبر هستم که دولت خودش به ایجاد بعضی نیادها به نام نیاد مدنی میپردازه. همکنون در مابین نیادهای مدنی ما همان قدر اختلافات وجود داره که در مابین وزیر و وزیرای ما نیست. دلیلش در چیست؟ دلیلش سلیقه های قومی است، قبیله ای است، زبانی است، دیگه است. کسی که به نام یک شخص، یک فعال مدنی کار میکنه، او هنوز از مرزهای قومیت و زبان و مذهب خود عبور نکرده باشه، او اصلا حق نداره که در این حوزه وجود داشته باشه. من میخوام بگم که باید یک مقدار نهادهای مدنی به هسته های علمی و یک نوع منابع چی هم تبدیل شوند، که متاسفانه که نشدن، که باید تبدیل شوند. باید برای مردم افغانستان تعلیمی شأن شهروندی داده شود، برای مردم افغانستان گفته شود که ما داریم به اصطلاح کوچک کوچک مسائل فرهنگی و دیگه و دیگه، ولی در کلیت اگر ما بخوایم که یک هویت بزرگ بسازیم، در زیر اون چتر هویت باید این هویت ها جای شود. و به هیچ وجه نمیتونیم که ما با نفی هویت های دیگه یک هویت بزرگی را به وجود بیاریم. و باید بفهمانیم که هر کس در برابر قانون حق مساوی دارد. در این زمینه ها برای آگاهی دهی در افغانستان متاسفانه کار کمتر میشه، و اگر هم میشه فقط او پروژه ای است، و از او خاطر ما تا هنوز به یک نتیجه ای که باید برسیم نرسیدیم. سپاس بینندگان عزیز، سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بوده، و همچنان تشکر بسیار زیاد از مهمانان محترم ما که در بحث ما تشریف آوردند.